عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم. من هم سلام و شب بخیر میگم به همه شما. انتقاد آیت الله موسوی اردبیلی از استیضاح ظاهری وزیر اقتصاد، دشواری تجارت خارجی در پی افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی، درخواست خانه حقوق بشر ایران برای توقف فروش و صدور فناوری به ایران، احضار و تهدید اعضای جبهه ملی ایران و افشای دلیل مرگ فاطمه باقریان نژاد، دختر نماینده سابق مجلس. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان محترم شبکه رسا با اخبار شنبه 14 آبان ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا همراه ما باشید. آیت الله موسوی اردبیلی گفت درست نبود با استیضاح ظاهری و معذرت خواهی سر و ته ماجرای اختلاس را هم بیاورند. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی با انتقاد از رفتار مجلس در استیضاح وزیر اقتصاد که به علت رسوایی اختلاس 3000 میلیاردی صورت گرفت، ضمن ظاهری خواندن این استیضاح گفت درست نبود با یک معذرت خواهی سر و ته ماجرا را هم بیاورند. آقای اردبیلی همچنین با تأکید بر اینکه تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان موجب کاهش سطح مشارکت مردم می شود، این موضوع را غیر جدی دانست و گفت تصورم این نیست که به این زودی ها سیستم پارلمانی برقرار شود و فکر می کنم این امر یک تصمیم جدی از نظر رهبری نباشد و اتخاذ این تصمیم و اجرای آن نیازمند مدت زمان زیادی است. بر اساس گزارشی که در کلمه منتشر شده، این مرجع تقلید در دیدار با مدیر مسئول و شورای سردبیری روزنامه فرهنگ آشتی گفته است انتخاب رئیس جمهور توسط مردم موجب تقویت حضور مردم در عرصه سیاسی و مشارکت حد اکثری می شود. حال چطور است که این تغییر اتفاق بیفتد؟ آیت الله موسوی اردبیلی همچنین گفت به نظر من این مسئله خیلی جدی به نظر نمی رسد، چرا که این طرح مخالفان زیادی دارد و برای من مخالفان و موافقان این طرح و استدلالشان روشن نیست. همچنین تا کنون نشنیدم کسی به طور جدی پیگیر این مسئله باشد. اختلاس 3000 میلیارد تومانی تجارت خارجی کشور را با دشواری روبرو کرده است. علی فخر موحدی مدیر عامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر گفت در پی ماجرای اختلاس بسیاری از تولید کنندگان مواد اولیه در دنیا اعتبارنامه‌های بانکی بانک‌های داخل را قبول نمی‌کنند. فخر موحدی گفت تبعات داخلی اختلاس 3000 میلیارد تومانی زیاد بوده و تبعات بین المللی آن را هم از این به بعد شاهد خواهیم بود، لذا نباید به سادگی از این موضوع گذشت. مدیر عامل صندوق توسعه صادرات همچنین گفته است باید مراقب بود تا انگیزه کارآفرینان و فعالان بخش‌های متنوع اقتصادی برای سرمایه گذاری در داخل کشور کمرنگ نشود. به گفته فخر موحدی بازارهای بین المللی هم رفتارهای داخلی را رصد می کنند و نسبت به افتتاح یا قبول LC های داخلی دچار تردید شدند.
همچنین وی گفته است که به سبب بی‌اعتباری اسناد اعتباری، حجم زیادی از مبادلات ارزی و کالایی کشور در سطح بین‌المللی به سمت مبادلات مستقیم رفته و درخواست برای وجوه نقد و حوالجات نقدی افزایش یافته است. مدیر صندوق توسعه طلا و جواهر با انتقاد از سیاست ارزی بانک مرکزی گفته است نوسانات ارز نه صرفاً برای صنعت طلا و جواهر، بلکه برای کلیه صنایع کشور از جمله تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان مشکل زاست. این فعال اقتصادی بازار طلا و جواهر همچنین گفته است نوسانات ارز برای آحاد مردم نیز در کوتاه و بلند مدت مشکل ساز خواهد بود، چرا که افزایش یا نوسان نرخ ارز برای واردات تمام مواد اولیه به صورت مستقیم و در نهایت بر مصرف کننده نهایی که همان مردم باشند تأثیر می‌گذارد. هرقدر تولید کننده مواد اولیه خود را گران بخرد، مجبور است کالای نهایی خود را هم به مصرف کننده نهایی گران بفروشد. آقای فخر موحد همچنین خواهان کاهش دخالت بانک مرکزی در بازار طلا و جواهر شده و گفته است مسئولان اقتصادی و بانکی ما باید در آینده نه چندان دور دخالت‌های خود را در حوزه ارز و طلا تعدیل نمایند. خانه حقوق بشر ایران اعلام کرد فروش فناوری به ایران برای سرکوب مخالفان را متوقف کنید. خانه حقوق بشر ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف هر گونه فروش و صدور و ارسال تجهیزات و فناوری‌هایی شد که به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد مخالفان را سرکوب کند. در پی افشای معامله تهران پکن در خصوص ارسال تجهیزات شنود و ردیابی صاحبان تلفن‌های همراه از چین به ایران و همچنین صدور چندین دستگاه پارازیت انداز سیار از روسیه به نهادهای مخابراتی امنیتی دولت ایران و موارد مشابه، خانه حقوق بشر ایران نسبت به این مسئله اعتراض کرده و خواستار توقف هر گونه فروش و صدور این تجهیزات به ایران شد. در این بیانیه که روز پنجشنبه 12 آبان ماه منتشر شده، خانه حقوق بشر ایران ضمن محکومیت هر گونه عمل در راستای نقض آزادی‌های اساسی شهروندان ایرانی از دولت‌های آزاد جهان خواسته شده است تا مسئولانه از سودجویی‌های مالی شرکت‌های تابعه خیش به نفع حرمت نهادن به حقوق بشر جلوگیری به عمل آورده و به ناقضان حقوق بشر یاری نرسانند. احضار و تهدید اعضای جبهه ملی ایران ادامه دارد. در ادامه فشارها بر فعالان و اعضای جبهه ملی ایران، ادیب برومند رئیس شورای مرکزی، حسین شاه حسینی، محسن فرشاد، حسین موسویان و نیما نیماوری از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران احضار و بازجویی و از تشکیل جلسات شورای مرکزی جبهه ملی ایران منع شدند. بر اساس گزارش تارنمای جبهه ملی، علاوه بر آقایان برومند، شاه حسینی، فرشاد، موسویان، قدیانی و نیماوری، طی روزهای اخیر داوود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران، علی رشیدی، عضو هیئت راهبری آن تشکل و کوروش زعیم برای پاسخگویی نسبت به انتشار آخرین بیانیه جبهه ملی ایران احضار شده بودند که علی رشیدی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. طبق آخرین گزارش ها دلیل اصلی بازداشت، احضار و تهدید این فعالان سیاسی انتشار بیانیه تحلیلی اخیر فعالان جبهه ملی پیرامون وضعیت کشور بوده است. علت مرگ مشکوک فاطمه باقریان نژاد، دختر نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، فاش شد. با گذشته چندین ماه از درگذشت مشکوک فاطمه باقریان نژاد، دختر نماینده اصلاح طلب مجلس سوم و ششم، برخی اسناد و مدارک نشان دهنده مسمومیت قربانی از طریق خوراندن قرص برنج است. تارنمای ندای سبزآزادی بر اساس اسناد و مدارک رسیده و گزارش کالبدشکافی پزشکی قانونی
و محتویات پرونده قتل فاطمه باقریان نژاد اعلام کرده است که علت مرگ مشکوک فاطمه باقریان نژاد، دختر نماینده مردم کازرون در مجلس سوم و ششم، قتل بر اثر مسمومیت ناشی از خوراندن قرص برنج به وی پس از ضرب و شتم این دختر بوده است. جنازه فاطمه باقری نژادیان فرد بنا به شواهد موجود در هشتمین روز مرداد ماه سال جاری، یک روز پس از تشییع جنازه عزت الله صحابی در اطراف شهر ری پیدا شد. شواهد موجود نشان می‌دهد که خانم باقریان نژاد قصد شرکت در مراسم تشییع مرحوم عزت الله صحابی را داشته که در بین راه توسط افرادی که هنوز هویت آنان مشخص نیست روبوده شده است. گفتنی است علی‌رغم گذشت بیش از 40 روز از زمان قتل دختر این نماینده پیشین مجلس، خانواده وی هیچ پاسخی از مراجع و مقامات قضایی و همچنین نیروی انتظامی درباره عاملین این جنایت دریافت نکردند. در بین اصلاح طلب‌ها مواضع آقای خاتمی بیشترین طرفدار را دارد. محمد جواد حق‌شناس گفت برخی تفکرات اصولگرایی بر این باور است که حضور اصلاح طلبان آرای اصولگرایی را به شدت دچار ریزش می‌کند و از این رو در تلاشند که مانع از حضور اصلاح طلب‌ها در صحنه شوند. این فعال سیاسی در گفتگو با اینا گفت اگر فضا را متأثر از داستان انتخابات 88 و اتفاقاتی که منجر به محدودیت برای معترضین به انتخابات و چهره‌های اصلاح طلب شد بدانیم، باید بگویم که همان فضا همچنان برقرار است. آقای حق‌شناس همچنین گفت برخی از بزرگان اصولگرایی در صدد دعوت از اصلاح طلب‌ها بودند، اما در سوی دیگر مسئولین امر این تصمیمات را وتو می‌کنند و جلوی عملیاتی شدن آن را می‌گیرند. و اینک با اخبار جنبش سبز همراه باشید. روایت فرزند کروبی از حضور شیخ اصلاحات در تظاهرات 13 آبان ماه 88. محمد تقی کروبی فرزند حجت الاسلام مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز که اکنون 258 روز از حصر غیرقانونیش می گذرد، در یاد داشتی وقایع 13 آبان 88 و حضور شیخ مهدی کروبی در تظاهرات اعتراضی حامیان جنبش سبز را به نقل از دفتر خاطرات خود روایت می کند. فرزند مهدی کروبی در بخشی از این یادداشت به بیان اقدامات حکومت برای جلوگیری از حضور مهدی کروبی در تظاهرات اشاره و از طرف دیگر به تلاش و جدیت مهدی کروبی برای حضور در میان مردم تاکید می‌کند. محمد تقی کروبی خاطراتش را از این روز اینگونه می‌نویسد: در آستانه 13 آبان ماه پدر و مهندس موسوی اعلام کردند که در این مراسم شرکت می‌کنند. پدر این بار نیز میدان هفتم تیر را انتخاب و سایت رسمیش مردم را در جریان مکان و زمان حضور قرار داد. به دنبال این اعلام چند روزی است که پیغام‌هایی برای منصرف کردن ایشان از شرکت در راهپیمایی توسط دوستان با استدلال‌های متفاوت آورده می‌شود. نقطه مشترک همه این پیغام‌ها احتمال بروز حادثه‌ای تلخ برای پدر است. ایشان اما در پاسخ گفتند حوادث تلخ برای مردم نیز هست، لذا من تحت هر شرایطی در مراسمی که گفتم شرکت می کنم، شرکت خواهم کرد، هر که نگران است نیاید. متن کامل یادداشت آقای کروبی در سایت های سبز منتشر شده است. همسر محسن میردامادی گفت باورم نمی شود روزی افراد نالایقی در مصدر امور قرار بگیرند. به مناسبت 13 آبان سالگرد تصرف سفارت آمریکا توسط تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام، گروهی از همان دانشجویان وقت و همچنین خانواده های تعدادی از آنان که اکنون در حبس هستند در مرقد امام حضور پیدا کردند و نسبت به زندانی بودن گروهی از دانشجویان و همراهان سابق خود ابراز تأسف کردند. به گزارش جرس،
الهه مجردی، همسر دکتر محسن میردامادی، فعال اصلاح طلب زندانی، در این مراسم گفت: باورم نمی‌شد روزی برسد که با وجود تمام فداکاری‌های این ملت و خون‌های ریخته جوانان عزیز، افراد نالایقی در مصدر امور قرار بگیرند و روزی برسد که امثال محسن میردامادی به جهت انتقادی از دولتی که اکنون برای همه نالایقی آن روشن شده است در زندان به سر برد. انتقادات و تذکراتی که ده ها برابر آن را حامیان دیروز آنان با شدت بیشتری مطرح می کنند و اتفاقی هم نمی افتد. الهه مجردی در حالی که عکس میردامادی را در دست داشت افزود: زمانی سختی است و فرصت ها به سرعت می گذرد. امیدوارم زمان کافی برای جبران اشتباهات فاحشی که کشور را هر روز به ورطه هرج و مرج می کشاند و مردم را در سختی و فشار قرار می دهد داشته باشی. اعتراض جمعی از حامیان جنبش سبز در بریتانیا نسبت به تداوم نقض حقوق بشر در ایران. جمعی از فعالان ایرانی حامی جنبش سبز مقیم بریتانیا روز جمعه 13 آبان برابر با 4 نوامبر با تجمع مقابل سفارت ایران در لندن اعتراض خود را به تداوم نقض حقوق بشر در ایران و ادامه بازداشت دیگراندیشان سیاسی و مدنی اعلام داشتند. به گزارش جرس، تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهای فارسی و انگلیسی با مضمون زندانی سیاسی آزاد باید گردد، به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران بدهید، جامعه جهانی سرکوب حقوق بشر در ایران را فراموش نکند و شعارهای دو زبانه در راستای خواست آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر راهبران جنبش سبز، توقف سرکوب و روبایش و بازداشت‌های دیگر اندیشان در ایران سر دادند. همچنین قرار است روز شنبه 5 نوامبر نیز همراه با 34 شهر از 16 کشور جهان در لندن نیز تظاهراتی برای آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی در ایران برگزار شود. همسر ابوالفضل قدیانی گفت در حال حاضر دادگاه‌های انقلاب غیرقانونی هستند. ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یکی از مسن‌ترین زندانیان سیاسی ایران در اعتراض به روند قضایی کشور و فضای بی‌عدالتی موجود در دستگاه قضایی در دادگاه مجددی که برای رسیدگی به اتهامی تازه قرار بود برایش تشکیل شود حاضر نشد و دادگاه انقلاب را غیرقانونی خواند. به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی سال خورده که به تازگی عمل جراحی قلب خود را پشت سر گذاشته و دوران نقاهتش را در بند 350 اوین می گذراند مجدداً متهم شده است که در اظهاراتی به رهبری و رئیس دولت توهین کرده است، اظهاراتی که وی و خانواده‌اش معتقدند نقدی در جهت اصلاح کشور و نظام بوده است. زهرا رحیمی، همسر این فعال اصلاح طلب می‌گوید: انتقاد حق تک تک افراد جامعه است. افراد حقشان است که به عملکرد حاکمیت انتقاد کنند و جلوی رفتارهای بد و ناصحیح را بگیرند. اگر مسیر انتقاد باز می‌ماند، به هیچ وجه امروز چنین وضعیتی نداشتیم. علی رزاقی از فعالان سیاسی اصلاح طلب مشهد بازداشت شد. علی رزاقی از فعالان سیاسی اصلاح طلب مشهد بعد از احضار به دادگاه انقلاب دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده است. اتهامات وی شامل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی اعلام شده است. گفتنیست وی پیش از این با قرار وثیقه 100 میلیونی آزاد بوده و هنوز دلیل بازداشت مجدد وی مشخص نمی باشد. و در ادامه
گزارش آژانس ایران را به فعالیت اتمی نظامی متهم می‌کند. مدیر فراری بانک ملی خانه 3 میلیون دلاری خود در کانادا را به 2 دلار فروخت. و نماینده مجلس گفت نشست پنجشنبه احمدی نژاد جلسه کاری جریان انحرافی بود. گزارش آژانس ایران را به فعالیت اتمی نظامی متهم می‌کند. مدیر کل آژانس در ماه سپتامبر گفته بود که به طور فزاینده‌ای نگران برنامه هسته‌ای ایران است. همزمان با هشدار اسرائیل درباره اقدام نظامی علیه ایران و تاکید آمریکا بر تحریم این کشور، گزارش‌ها حاکی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش آتی خود اطلاعات تازه‌ای را درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران منتشر خواهد کرد. قرار است که یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این اطلاعات را این هفته طی گزارشی به شورای حکام این نهاد سازمان ملل ارائه کند. بعضی از منابع دیپلماتیک که نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری‌ها گفتند که آژانس در این گزارش مدارک جدیدی در رابطه با طراحی مدل‌های کامپیوتری یک کلاهک هسته‌ای توسط ایران ارائه می‌کند. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، نیز روز جمعه در نشست گروه 20 با انتقاد از برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد که اگر موجودیت اسرائیل مورد تهدید قرار گیرد، کشورش دست روی دست نخواهد گذاشت. نیکولا سارکوزی رفتار ایران و علاقه مفرطش برای دستیابی به توانایی نظامی اتمی را نقض همه قوانین بین الملل دانست و اعلام کرد فرانسه با قاطعیت بی‌اعتنایی به این قوانین را محکوم می‌کند. در حالی که آمریکا، فرانسه و بریتانیا با ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران بر ضرورت فشار هرچه بیشتر بر تهران تأکید می‌کنند، چین ضمن مخالفت با هر گونه توسل به زور از ایران خواسته است تا با صداقت و انعطاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هونگ لی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، با اظهار اینکه آژانس باید در قبال ایران موضعی بی‌طرفانه و منصفانه اتخاذ کند، تأکید کرده است چین مخالف توسل به زور یا تهدید به اعمال زور در روابط بین المللی است. مدیر فراری بانک ملی خانه 3 میلیون دلاری را به 2 دلار فروخت. طبق اسناد معاملات ملکی که از اموال محمود رضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی ایران، برملا شده است، وی و همسرش برای سبک کردن دارایی‌های خود یک خانه 3 میلیون دلاری در شهر تورنتو کانادا را به بهای نمادین 2 دلار به نام دختر خود پردیس خاوری کردند. روزنامه‌های چاپ کانادا گزارش می‌دهند که این اقدام آقای خاوری در هفته‌های اخیر و پس از فرار وی از ایران به کانادا صورت گرفته است. در همین حال دولت کانادا در حال بررسی راهپیمایی برای لغو تابعیت اوست و به همین خاطر اموال و دارایی‌های آقای خاوری در کانادا اکنون زیر ذره‌بین قرار گرفته است. صاحب نظران امور امنیتی در آمریکا می‌گویند که محمود رضا خاوری مسلماً گنجینه بزرگی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های پنهانی و غیرقانونی بانکی ایران را در اختیار دارد و از مقامات کانادا خواستند که در این زمینه از وی بازجویی کنند. ویکی‌لیکس به تازگی اسنادی از مذاکرات مقامات آمریکایی و کانادایی درباره خاوری را منتشر کرده است. کوسری گفت نشست پنجشنبه احمدی نژاد جلسه کاری جریان انحرافی بود. نشست انتخاباتی روز پنجشنبه احمدی نژاد با جمعی از حامیانش، از آنجا که به دعوت مشاعی انجام شده بود، از سوی یکی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی یک نشست انحرافی خوانده شد. به گزارش خبر آنلاین، اسماعیل کوسری که در ابتدای مجلس هشتم با دیگر حامیان احمدی نژاد فراکسیون انقلاب اسلامی را در مجلس راه اندازی کرده بود، امروز با صراحت می گوید که دیگر از حامیان او نیست و او خودش را حامی احمدی نژاد سال 84 می داند، نه احمدی نژاد سال 90. کوسری می گوید خیلی از افراد صاحب نام در ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد این روزها به خاطر اقدامات جریان انحرافی کاملا از دولت جدا شدند.
در حالی که لحن تهدیدآمیز و پرخاشگرایانی احمدی نژاد در نشست با حامیانش واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته، به گزارش ایلنا، مرکز ارتباطات اطلاعات و تبلیغات ریاست جمهوری بعد از 2 روز سخنان منتشر شده در سایت‌های وابسته به دولت را تکذیب کرده و اعلام کرده هدف از انتشار آن حاشیه‌سازی و تخریب دولت بوده است. اسناد تئاتر ایران از بین رفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که اسناد اداری، طرح و برنامه‌های مربوط به تئاتر در ایران در هیچ مرکزی نگهداری نمی‌شود و احتمالاً بخش مهمی از آن از بین رفته است. ایرج راد، مدیر عامل خانه تئاتر، در گفتگو با اینا در مورد برگزاری 30th جشنواره تئاتر گفته است: امسال قرار است که 30th جشنواره تئاتر فجر برگزار شود، اما بیانیه‌های اولیه، اساسنامه و مصوبات این جشنواره در دسترس قرار ندارد و این اداره هیچ یک از آنها را آرشیو نکرده است. آقای راد گفته است هیچ مرکزی خود را متصدی جمع‌آوری این اسناد و نامه‌های اداری نمی‌داند. بیشتر اسناد و مدارک در حوزه تئاتر به صورت شفاهی است و بسیاری از این اسناد چون از آنها نگهداری نشده از بین رفتند. بنابر گزارش اینا، در اداره تئاتر کشور مرکز و آرشیوی حتی برای جشنواره‌ها وجود ندارد. محمد دشتگلی، سرپرست اداره کل مرکز هنرهای نمایشی، در خصوص جمع‌آوری اسناد و طرح‌هایی که در گذشته در این اداره مطرح شده گفته است: این مرکز همیشه با تغییر و تحول روبرو بوده است و مدیران مختلفی به چشم دیده است. از این رو برنامه‌های مدونی درباره جمع‌آوری این طرح‌ها نداشته است. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم. من هم سلام و شب بخیر میگم به همه شما. با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم.